برد دوم استقلال در ماراتون لیگ. استقلال و ملوان از ساعت 19:30 دقیقه به مسافه هم رفتن در ورزشگاه آزادی و این بازی با نتیجه 1-0 به نفع استقلال به پایان رسید. در این ویدیو ما به اتفاقای بازی و حواشی داخل و بیرون زمین میپردازیم. روز قبل بازی خبر آمد که آرمین سهرابیان به دلیل مصدومیت چندین هفته رو از دست داده و نمیتونه برای استقلال به میدان بره. مجوز حضور مهدی هاشمی نسب هم روی نیمکت استقلال صادر شد تا مشکلی برای بازی آینده استقلال نداشته باشه. آقا مهدی هم در واکنش به این اتفاقات گفت که خوشحالم بعد از سالها به ورزشگاه آزادی برگشتم و امیدوارم که بتوانم به استقلال کمک کنم. علی سامره در مصاحبه قبل بازی عنوان کرد که استقلال به هیچ عنوان یک تیم عادی نخواهد شد و به تعیین سقف بودجه هم اعتراض کرد. استقلال با ترکیب حسینی، هردانی، چشمی، مرادمند، جلالی، نیکنفس، مهدیپور، رضاوند، یامگاه، جعفر سلمانی و امیرارسلان مطهری با سیستم 4-2-3-1 وارد زمین شد. دوستان این وسط هم بگم که لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، به کانال همسر بزنید چون ویدیو جالب دارم به استقلال زیاد داریم. با سوت شروع بازی دوتا تیم بیشتر سعی کردن که همدیگر رو یه خورده محک بزنن، ولی همون اول بازی و در دقیقه 5 محمد حسین مرادمند مرتکب خطای پنالتی میشه. حالا این وسط یه نگاهی به این خوشحالی بازیکن ملوان بندازید که واقعا نمیدونم چی بگم. و اما سید حسین حسینی که فکر کنم این فصل خیلی سازش کوک باشه، توپ مهران احمدی رو میگیره تا استقلال بازی رو شروع نکرده یکی چقب نباشه. بازی تو نیمه اول یه بخشای کمیش دست ملوان بود، اما این استقلال بود که بیشتر سوار بازی بود و از پنالتی تا آخر نیمه اول به سمت دروازه ملوان هجوم می برد، ولی ضربات جعفر سلمانی، روزبه چشمی و آرش رضاوند کاری رو از پیش نبردن. داور هم جز داورایی نبود که سوء پیشینه با استقلال داشته باشه و استقلال اذیت کرده باشه، ولی تو این بازی سوتای بیموردی رو شاهد بودیم و حتی در دقیقه 27-28 یک صحنه اتفاق افتاد که میتونه یه پنالتی به نفع استقلال بوده باشه. با شروع نیمه دوم و تا دقیقه 70-80 بازیکنهای دو تیم بعضی از دقایق اصلا نمیدونستن داشتن چه کار میکردن و این برای استقلال واقعا خطرناکه که بازی بعدیش مقابل سپاهان کمتر از یک هفته دیگه. ولی اینم باید در نظر داشته باشیم که استقلال روبروی تیم مهدی تارتار داشت بازی میکرد و سابقه درخشان مهدی تارتار خیلی تشون دهنده اینجور بازی ها هست. و اما در نهایت کسی که نزدیک بود باعث عقب افتادن استقلال بشه فرشته نجات شد و در دقیقه 79 روی سانتر مهدی مهدیپور گل اول به ثمر رسوند و استقلال هم با همین تک گل محمد حسین مرادمند بازی رو 1-0 برنده میشه. بقیه دقایق هم بعد از گل اونقدر اتفاق خاصی نیفتاد جز یه صحنه که نزدیک بود ملوان گلش رو جبران کنه. یه صحنه دیگه هم بود که دروازه تقریبا خالی شده بود و مرتاد محمدی میرفت که اولین گلش رو برای استقلال بزنه، ولی خب مدافع ملوان توپ رو از روی خط برگردوند. اگه بخوام یه نظر کلی در مورد بازی بدم باید بگم که این سبک بازی اصلا برای استقلال راه درستی نیست و مطمئنا هفته بعد که مقابل یه تیم مثل سپاهان استقلال قرار بازی بکنه قطعا به مشکل میخوره. ولی خب قطعا این چیزا طبیعیه، چرا؟ به خاطر اینکه هفته دوم تیم بدنسازی درستی نداشته و از طرفی بازیکنی که باید جذب میشدن نیومدن. ولی به عنوان یه هوادار 100% به آقا جواد اعتماد دارم و میدونم که روزای خوبی در پیش داریم و وظیفه ما به عنوان هوادار حمایت کامل و پشت تیم بودنه. شما هم نظراتتون در مورد بازی تیم، بازیکن‌ها، کادر فنی، هر چی که هست در مورد ما، در مورد کانال، هر چی دارین تو کامنت ها برام بنویسین. 100% میکنم و 100% جواب میدم. این هم جدول رده‌بندی در پایان هفته دوم و استقلال و سپاهان و پرسپولیسی که هر دو بازی خودشونو بردن. استقلال و سپاهان تفاضل گل یکسانی دارند ولی سپاهان گل زدش بیشتره، به خاطر همین تو صدر جدول قرار میگیره. بازی بعدی استقلال چهارشنبه هفته و ساعت 8 شب، اونم با همین تیم سپاهان که واقعا بازی سختیه. دوستان استقلالی حتما به کانال سر بزنید چون محتوای جالب و زیادی در مورد استقلال تو کانال داریم و امیدوارم که ازشون خوشتون بیاد. آخر ویدیو دوتا پست بهتون نمایش داده میشه، تو دیسکریپشن هم بعضی از لینک ها هستن، تو کامنت ها هم یه لینک هایی میذارم و پین میکنم، برید نگاه بکنید، هر کدوم که در واقع تیترشون باب میلتون بود برید و تماشاشون بکنید. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره که تنها دلخوشی برای منه. خیلی ازتون ممنونم، سلامت و پیروز باشین، تا ویدیو بعد خدا نگهدار.
We'll be right back.